یک ملتی که بالاتر از 10 میلیون اتباع مملکتش مهاجر باشه، سردرگوم در کشورهای مختلف، پریشان و دربدر در پشت دروازه قربت به سر ببره، توهین میشه، تحقیر میشه، ظلم سرش میشه، تعرض میشه، اهانت برش میشه، در دریا غرق میشه، در مرزها کشته و ترور میشه، انواع شکنجه در مرزها برش صورت میگیره. این خو یک بخش است، غرق در تعصبات، در نشنالیستی، در به اصطلاح قومگرایی، در مسائل پوچ، در مسائل بدبو به تعبیر رسول صلی الله علیه و سلم گرفتار مسائل است. دنیایی که ما تو در روز زندگی میکنیم حرف از تکنولوژی میزنه، حرف از صنعت میزنه، حرف از اختراع میزنه، حرف از امکانات، حرف از ابزار قوت میزنه. قوی نبودی، ضعیف بودی، پایمالت میکنن، لگد مالت میکنن، برات کسی حرمت قائل نمیشه. برای من بسیار جالب است که یک روز یک کلیپ از یک کسی از اولی صحبت دیدم که دعا را تفسیر میکنه، میگه ربنا آتینا فی دنیا حسنه، یعنی زن زیبا داشته باشه، یعنی کلی دنیا را خلاصه کنیم فقط برای داشتن یک زن. منطقی است؟ زمان دنیای ما وطن ما حسن میشه، دنیای زیبا میشه که ما بهترین دانشگاه ها و پانتونا به سطح بین المللی داشته باشیم. زمان دنیای ما زیبا میشه که ما خودمان از خود تولید برق داشته باشیم که دیگه از مملکت ها برق وارد نشه. در قرن 21 که مردم دیگه اصلا به فکر ترک کره زمین برفتن به سیارات دیگر، ما تو هنوز در 24 ساعت 12 ساعتش برق نداریم، در تاریکی زندگی میکنیم و از هر گوشه ای وطن و از هر جرو شله ای وطن دریای از آب روان است. ترا خدا خجالت نمیکشیم ما می نیسی جوان در ای وطن؟ وظیفه ما چیست؟ تأثیر اقتصاد و بازار بر تقویت امت اسلامی چی نقش دارد؟ هیچ شکی در این قضیه نیست. همونطوری که اقتصاد در نماز نقش داره، در روزه نقش داره، در زکات نقش داره، در حج نقش داره، در ورود انسان به بهشت نقش داره، در ملاقات انسان با الله نقش داره، این اقتصاد در تقویت و رشد امت اسلامی نقش بارزی داره. و این شما در چند تا نمونه میتوانید ببینید از عملکرد خود رسول صلی الله علیه و سلم. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به رسالت مبعوث میشه، پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم، آیا میدانید مهمترین قضیه ای که در اونجا اتفاق میفته و مهمترین فداکاری که صورت میگیره از طرف چه کسی است و چه کسی باعث پخش و نشر مسائل اسلام میشه؟ با چی چیزی؟ خدیجه رضی الله تعالی عنها، یک زن تاجر، سرمایه‌دار، مؤمن، به رسول صلی الله علیه و سلم وقتی ایمان میآوره، همسر پیامبر است، تمام ثروتش در اختیار رسول صلی الله علیه و سلم قرار میده که برای پخش و نشر اسلام از استفاده بود. چه کسی میتواند نقشی ثروت خدیجه را در نشر مسائل اسلامی نادیده بگیره؟ هیچ کسی از این کار کرده نمیتونه. خب یک کسی که عقل و منطقم همین میگه، شما فرض کنید پیامبر صلی الله علیه و سلم یک فردی که این مسئولیت بزرگ بر عهده‌اش گذاشته شده، او باید کل دنیای انسانیت را نجات بده از خرافات و شرک و بدبختی و مشکلات و سوالات مردم پاسخ بده، مسئولیت رساندن پیام الهی را برای بندگان خداوند داره. خب اون ضرورت به امکانات داره. اگر اقتصادی نباشه، از کجا بخوره، از کجا بنوشه، مصارفش از کجا تامین کنه، مهمانانش به چی به اصطلاح پذیرایی کنه؟ خب معلوم است این قضیه. سرمایه خدیجه رضی الله تعالی عنها نقش عمده رو بازی میکنه در اینجا. بعد از او قضیه عثمان رضی الله تعالی عنه مد نظر بگیرید. میلیونر صحابه یا میلیاردر صحابه، شما تصور کنید در این چند تا داستانی که در سیرت صحابه آمده یا از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده در باب عثمان، وقتی که قضیه مسجد به میان میآید، عثمان حرف اول میزنه. در کنار مسجد نبوی یک زمین است که ضرورت است این زمین خریداری بشه، به مسجد نبوی وسعتی بیشتری داده بشه. اولین کسی که اقدام میکنه حضرت عثمان است، چون سرمایه دار است. او زمین از عباس کاکای پیامبر صلی الله علیه و سلم است. میتوانست پیامبر خدا برای عباس بگه زمین رو بدی برای مسجد بدی.
ولی به خاطری که او الگوی بشریت است، میخواهی امت را تربیت بکنه با تمام شیوه های مختلف. میگه کسی هست که زمین رو بخره برای مسجد، در اختیار مسجد قرار بده؟ عثمان رضی الله تعالی عنه اولین کسی است که اقدام میکنه. وقتی قضیه جیش العسره مطرح میشه، لشکری که بسیار به سختی تجهیز میشه، چی کسی حرف اول میزنه در میدان؟ عثمان است که حرف اول میزنه، تجهیزش میکنه. در حیات عثمان رضی الله تعالی عنه فقر میآید در مدینه، سال خشکسالی میآید، تمام فقرا همه چشم برای کمک و دست خیر عثمان است. تا کاروان از شترهای عثمان رضی الله تعالی با بار از مواد ارتزاقی وارد مدینه میشه. وقتی قضیه آب آشامیدنی مطرح میشه، عثمان است که در پیش قدم است. چاه آب در مدینه، آب شیرین داره، در اختیار یک یهودی است. برای مسلمان ها سخت گیری میکنه. عثمان رضی الله تعالی با قیمتی بسیار بالای این چاه آب خریداری میکنه، در اختیار مسلمان ها قرار میده. بحث اقتصاد است، اقتصاد است. همو است که رسول صلی الله علیه وسلم وقتی ای تعامل عثمان و ای فداکاری و ای سخاوت و ای شجاعت و ای به اصطلاح از خودگذری عثمان رو میبینه، بذل و بخشش عثمان رو میبینه، مگه اگر عثمان دیگه هیچ عملی هم انجام نده، همی عملی که انجام داده برش کافیست برای ورودش به بهشت. یعنی تمام اینها درش اقتصاد نقش داره. پس هیچ کسی نمیتونه نادیده بگیره به اصطلاح تقویت امت اسلامی را و نقش اقتصاد در تقویت امت اسلام. بدون اقتصاد نمیتوانید نادیده بگیرید تقویت امت اسلامی. عبدالرحمن ابن عوف میلیاردر دیگر صحابه است. شما زحماتش ببینید، فداکاری هایش ببینید. بنان اینها اصحاب پیامبر بودند، کسانی بودند که رسول صلی الله علیه و سلم اینها را تشویق و ترغیب نموده، تعلیم داده، تربیت نموده در همه بخش های مختلف. و شما خودی دیدگاه رسول صلی الله علیه وسلم در مورد بازار ببینید و اهمیتی که پیامبر برای بازار قائل است ببینید. دوره وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم از مکه هجرت میکنه به مدینه میره، اولویت پیامبر صلی الله علیه وسلم چهار چیز است. یعنی کارهایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در فهرستی کارهایش در اولویت قرار داده چهار چیز است. و مجردی که وارد مدینه میشه، اول اقدام به بنای مسجد میکنه. چرا؟ چون مسجد در زمان رسول صلی الله علیه وسلم تنها مسجد نبود، بلکه هم مسجد بود، هم دانشگاه و پانتون بود، هم جستلا جای مشوره بود، هم جای اصلاح و خیرخواهی بین ذات البینی بود بین مردم، و هم جای به اصطلاح تعلیم و تعلم بود، و هم جای برای عبادت بود، جای برای وحدت بود، جای برای اجرای پلانهای بزرگ و طرحهای بزرگ بود. به خاطر رسول صلی الله علیه و سلم اول مسجد بنا میکرد. و در کنار این مسجد، در قسمت غرب مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در قدم دوم تصمیم برای ایجاد بازار و مرکز تجارتی میگیره، و سوم پیمان اخوت بین مهاجرین و انصار رو بسته میکنه، و چهارم به نام میثاق مدینه یا به اصطلاح میثاق شهروندی به تعبیر دیگر بگیم در بین تمام مسلمان ها و غیر مسلمان هایی که در مدینه هستن، پیامبر صلی الله علیه و سلم رو تنظیم میکنه. اینا اولویات رسول صلی الله علیه و سلم بود. اول بنای مسجد، دوم پیمان اخوت بین مهاجرین و انصار، سوم ایجاد میثاق شهروندی بین به اصطلاح یهودیان مدینه، غیر مسلمان ها و مسلمان ها، و چهارم بنای بازار در کنار مسجد نبوی در غرب مسجد نبوی، مرکزی تجارتی اسلامی. انسان وقتی این عمل کرده میبینه با این همه برنامه جامع، با این دید وسیع، قضیه که 1400 سال پیش مطرح شده، در اون زمان چنین طرح پلانی مطرح میشه، ولی ما و تو جوان قرن 21 امروز به برنامه میگردیم و ادعا میکنیم که ما پیروی پیامبر هستیم صلی الله علیه وسلم. بیانگریست که رسول صلی الله علیه وسلم اهمیت میداده برای قضایا، نه تنها در یک مورد، بلکه تلاش رسول صلی الله علیه وسلم و پلان پیامبر صلی الله علیه وسلم طرحش بسیار جامع است، همه شمول است،
در همه موارد مختلف کار میکرد و دربر میگیره. من ارشاد از طریق برنامه اگر عزیزای ما شنیده باشن بار بار اینو بیان کردم، شما اگر تنها فقط مسجد در حیات رسول صلی الله علیه و سلم مد نظر بگیرید، از یک مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم افراد مختلف با نگرش های مختلف با تلاش های مختلف برای امت اسلامی به هنرهای مختلف تقدیم میکنند. در بخش تفسیر مفسرین مثل عبدالله ابن عباس، در بخش فقه فقیه مثل عبدالله ابن مسعود، در بخش بزنس و تجارت مثل عبدالرحمن ابن نوف، مثل عثمان زنوری، در بخش تربیت فامیلی مانند همسران صحابه که هزاران نمونه داریم ما، همسران خود پیامبر صلی الله علیه و آله، در بخش رزمندگی، مبارزه، جهاد، تلاش ده ها قائد و رهبر دارید. شما به اصطلاح فرماندهای رزمی دارید مثل خالد ابن الولید و اسامه ابن زید و و و و. در بخش قیادت و رهبری امت اسلامی مثل ابوبکر، عمر، عثمان، علی. در بخش یاد گرفتن زبانهای مختلف پیش از اینکه به مدینه بره جوانای مسئولیت میده که باید یاد بگیره. یعنی رسول صلی الله علیه و سلم روی همه بخشا کار میکرده. اینطور نبوده که تنها فقط طوری که بسیاری از ما مسلمان ها تصور و برداشتشان همی است که اینمی نماز بوده و روزه بوده خلاص بس دیگه مسلمان مسئولیت و وظیفه. یا اگر دی دیگری که میبینین کمکی دیدی تونتری دارن فقط تصور میکنن که تمام حیات رسول صلی الله علیه و سلم با جنگ و با غزوات زدن و کندن تمام شد. نه، پیامبر خیلی طرح جامعی داره، برنامه بسیار زیبایی داره. خود صحابه میگن وقت ما وارد مدینه شدیم بازار مدینه به دست یهود بود، یعنی اونها بودن که در رأس بزنس و تجارت مدینه قرار داشتن. وقتی که بازار مسلمان ها تشکیل میشه و تجارت و بزنس شروع میشه، قواعد رسول صلی الله علیه و سلم وضع میکنه تحت عنوان مثلا قواعد تجارتی میگوین امروز اونها، یعنی تاجر مسلمان نباید غلغش کنه، تاجر مسلمان نباید سود بگیره، نباید سود بده، تاجر مسلمان نباید جنسی به اصطلاح بیهوده و بیکیفیت وارد بازار کنه، تاجر مسلمان چنین چنان. خود پیامبرم نظارت میکنه از بازار و ما در روایات مختلفی داریم که خود رسول صلی الله علیه و سلم وقت وارد بازار میشد این دعا را میخواند، یعنی این گونه دعا میکرد صحابه میگن، یعنی معلوم میشه پیامبر در بازار میرفت نظارت میکرد. یا مثلا در حدیثی داریم که رسول صلی الله علیه و سلم روز وارد بازار شده بود، مردم رو میدید، ملاقات میکرد، صحبت میکرد، از بازار نظارت میکرد. یک شخصی مثلا گندم آورده بود میفروخت در بازار و یک گندم نم داشت، یعنی کمی که تر بود به خاطر که وزنش زیادتر بشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم دستش زیر گندم میبینه، میبینه که نم داره، میگه چرا این کار رو میکنه؟ خیانت. من غشنا فلیس منا، کسی خیانت کنه از ما نیست، چرا خیانت میکنه؟ این معلوم میشه تحت کنترل بوده. بعد از رسول صلی الله علیه و سلم ابوبکر، عمر، عثمان، علی، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی از جمله کسایی است که حتی در اکثر روزها در هفته ها وارد بازار میشد، بازار کنترل میکرد، میدید با مردم دید و بازدیدش در بازار. امروز عالم ما و به اصطلاح شیخ ما از مسجد بیرون نمیشه که گناهکار میشم، میگه سید. آه میگه سید گناهکار میشه در بازار. تمام دین رو منحصر کردیم با یک منبر در داخل مسجد و توقع داریم که کل امت اسلامی هم اصلاح بشه، همه اهل صالح بشه فقط از همین منبر. در بازار نمیریم، در اجتماعات نمیریم، در جلسات نمیریم، اشتراک نمیکنیم، وقت و فرصت نمیدیم، از عرف و عنعنات جامعه بیخبریم، از رسم و رواج بیخبریم، از آنچه که در بازار تحقق پیدا میکند بیخبریم، نمیدانیم. خب انسان وقتی از چیزی آگاهی نداشته باشه، از ملتی خبر نداشته باشه، عرفشان نفهمه، بازارشان خبر نباشه، چطور میتوانه برای اصلاح، برای به اصطلاح کمبودی های اون ملت، اقدام به اصلاح کمبودی های اون ملت بکنه؟ و میخاطر صحابه میگن که بعد از مدتی بسیار کوتاهی ما در مدینه وقتی که تجارت شروع کردیم ما صاحب بازار مدینه شدیم، یعنی صدر بازار به دست ما افتاد، بزنس های بزرگ در اختیار ما قرار گرفت، نرخنامه ها را ما تعیین میکردیم، حرف اول در بازار ما میزدیم. دین یعنی این که هم برای دنیای تلاش بکنی هم برای آخرت.
اسلام خانه می برنامه و پیام برای ما بود. شاید اکثریت تان این دعا را بخوانید، همیشه یاد دارید: ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگار، دنیای حسنه می خواهیم، آخرت حسنه می خواهیم. خب دنیای حسنه چگونه پیدا می کنیم؟ آیا با فقر و با بیکاری و با ذلت و با بی‌برنامگی و با سردرگمی مگر میشه دنیای حسنه داشت؟ همین حالا خودم ما از خود سوال بکنیم، بیاییم ما و شما کمکی با هم خودمانی باشیم، برنامه را از چوکاتی به اصطلاح خیلی قیدگیری بیرون بسازیم کم کم. بیایید خودم از خود سوال بکنیم، همین وضعیتی که ما داریم با همین ترتیب امروز، آیا واقعا عزت است؟ آیا واقعا دنیای حسنه داریم؟ یک ملتی که بالاتر از 10 میلیون اتباعی مملکتش مهاجر باشه، سردرگم در کشورهای مختلف، پریشان و دربدر در پشت دروازه قربت به سر ببره، توهین میشه، تحقیر میشه، ظلم سرش میشه، تعرض میشه، اهانت برش میشه، در دریا غرق میشه، در مرزها کشته و ترور میشه، انواع شکنجه در مرزها برش صورت میگیره. این خو یک بخش ماست. یک بخش دیگر ما غرق در جهالت، در تاریکی، و این که دنیا رو نفهمیدیم، خب بگذار که دینم نفهمیدیم، متاسفانه واقعیت است. غرق در تعصبات، در نشنالیستی، در به اصطلاح قومگرایی، در مسائل پوچ، در مسائل بدبو به تعبیر رسول صلی الله علیه و سلم، گرفتار این مسائل است. امروز اگر از خود سوال بکنیم، صادقانه اگر سوال بکنیم، ملتی که این همه مهاجر داره، بی برنامه است، مریضی ما در دیگه مملکت ها تداوی میشه، تر و پلان های جامعه برای مملکت ما باید از دیگه جا تامین بشه، قادر به استخراج منابع طبیعی خود نیستیم، ما چطور میتونیم دنیای زیبا داشته باشیم؟ چطور میتونیم دنیای زیبا داشته باشیم؟ در حالی که همسایگان ما در کنار ما حرف از اتم میزنن. من نمیگم که تولید سلاح اتم حتما باید تولید بشه و که ضرورت، امروز همی است. دنیایی که ما تو در زندگی میکنیم حرف از تکنولوژی میزنه، حرف از صنعت میزنه، حرف از اختراع میزنه، حرف از امکانات، حرف از ابزار قوت میزنه. قوی نبودی، ضعیف بودی، پایمالت میکنن، لگد مالت میکنن، برات کسی حرمت قائل نمیشه. مطمئن باش. و باید هم رقیب دیگر را پیش برویم، هم رکاب دیگر را پیش برویم تا پایمال نشو. دینی که برای مو خودت میگه ربنا آتینا فی دنیا حسنه، پروردگار دنیای حسنه میخواییم، فی الاخرت حسنه، آخرت حسنه میخواییم، و قینا عذاب النار. برای من بسیار جالب است که یک روز یک کلپ از یک کسی از اولی صحبه دیدم که دعا را تفسیر میکنه، میگه ربنا آتینا فی دنیا حسنه، یعنی زن زیبا داشته باشه، یعنی کلی دنیا را خلاصه کنیم فقط برای داشتن یک زن. منطقی است؟ میگه منظور از دنیای حسنه یعنی زن زیبا داشتن است. دنیای با این وسعت و با این بزرگی، با این امکانات، او رو بیاری خلاصه کنیم فقط با داشتن یک زن حسنه. امروز من میگم دنیای ما زمان حسنه میشه که بالاترین شفاخانه رو با معیارهای بین المللی داشته باشه. زمان دنیای ما وطن ما حسن میشه، دنیای زیبا میشه که ما بهترین دانشگاه ها و پانتونار به سطح بین المللی داشته باشیم. زمان دنیای ما زیبا میشه که ما خودمان از خود تولید برق داشته باشیم که دیگه از مملکت ها برق وارد نشه. در قرن 21 که مردم دیگه اصلا به فکر ترک کره زمین برفتن به سیارات دیگر، ما و تو هنوز در 24 ساعت 12 ساعتش برق نداریم، در تاریکی زندگی میکنیم و از هر گوشه ای وطن و از هر جرو شله ای وطن دریای از آب روان است. ترا خدا خجالت نمیکشیم ما می نیسی جوان در ای وطن؟
وظیفه ما چیست؟ مناظره سیب سر حیله اسقاط است، مناظره سیب سر رفع الیدین است، مناظره سیب سر از کار به الجهر و از کار به خفیه است، مناظره سیب سر چیزی که دستای خدا بالان بگیریم یا پایین. به خدا با همین ترتیب میخوای امت نجات پیدا بکنه؟ با همین طرز تفکر چرا باید از عقل خود استفاده نمیکنیم؟ چقدر آیات قرآن تاکید کرده که افلا یعقلون افلا تعقلون یفقهون. چرا نمیدانید؟ چرا نمیفهمید؟ چرا تفکر تدبر تفقه نمیکنید؟ بنابراین عزیزان من، اینها نکاتی است که قابل تذکر است و باید جوانان ما بیاموزن، روشن بشوند، آگاه بشوند تا بدانند مسئولیتشان و وجیبهشان را به اصطلاح بفهمند. درست است که شاید برای تقویت مسائل دین، مسائل اعتقاد ما ضرورت داریم برای علمای دین ما، برای حفاظ قرآن کریمی ما، اما اگر بخوایم به معنای واقعی در جامعه ما رشد بیاید، به معنای واقعی بتوانیم به اصطلاح ملت را نجات بدهیم، ما ضرورت به همه متخصصین داریم، به همه اهل علم و دانش داریم. ما برای انجینر ضرورت داریم، ما برای دکتر ضرورت داریم، ما برای به اصطلاح مخترع ضرورت داریم. یک روز کسی برای ما نگفت نه، مثل که این عالم دین ما قابل حرمت و احترام، او طبیب ما هم قابل احترام است، او دکتر ما هم قابل احترام است، او دانشگاهی ما هم قابل احترام است، او انجینر ما هم قابل احترام است، او مخترع ما هم دستش از بوسیدن است، او هم باید حرمت بشه. یا اگر عالم دین ما اعتقاد و باور درونی ما را میسازد، یا تعلق ما را با خداوند بیشتر میسازد، او دانشمندی دیگر ما تمام امکانات و ابزار را برای ما تهیه میکند. نمیشه نقشش را نادیده گرفت. در این وجود که رب العالمین داده، همه انواع از علوم نقش دارد، انواعی از علوم نقش دارن، نه تنها یک علم. ولی متاسفانه ما در این عرصه کوتاهی کردیم.